همراهان گرامی، امروز در مورد ریشه ضرب المثل معروف ایرانی باره کج به منزل نمیرسه صحبت میکنم. لطفاً همراه هم بشید و با سابسکرایب کانالم هم منو خوشحال کنید و هم از بارگذاری ویدیوهای جدیدم آگاه بشید. حتما تا به حال متوجه شدید که من در این کانالم در روزهای شنبه و چهارشنبه هم نقاشی و تایم لپس با صدای خودم رو میذارم و هم هر هفته چهارشنبه یه پادکست نسبتاً کوتاه و آموزنده در مورد ریشه داستانی ضرب المثل های معروف فارسی میذارم. خب الان بریم سراغ اصطلاح امروزمون. نقش شده که روزی روزگاری در شهری مردی زندگی میکرد که به درستکاری مشهور بود، اما یه پسر فریبکار داشت که بعد از قرض کردن پول از مردم پولشان رو پس نمیداد. مردم هم به اعتبار پدر به او پول قرض میدادن. پدر همیشه ناراحت و خجالت زده بود و دائما فرزند خود را نصیحت میکرد، اما پسر جوان گوش شنوایی نداشت. تا اینکه روزی دزدی سراغ او آمد و تمامی پولهایش را دوزید. پسر فریاد میزد پولهایم را برد و مردم که تا آن لحظه فکر میکردن پسر در کارش ناموفق بوده و پولی ندارد که پولهای آنها را پس بدهد، فهمیدن که او فردی متقلب بوده و قصد فریب همه را داشته. پدر که عاقبت کار فرزندش را دید به او گفت بار کج به منزل نمیرسه، یعنی نتیجه بیراه رفتن نامودی خودمونه. این ضرب المثل زمانی کاربرد داره که فرد در انجام وظیفش کوتاهی کنه یا بخواد از طریق فریب و نیرنگ به هدفش برسه، یا اینکه کاری رو بدون فکر و عقل انجام بده. خب دوستان عزیز، این هم از پادکست کوتاه امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه و کانالم را حمایت کنید. تا شنبه بعد و پادکست دیگه، همتون رو به یگانه هستی بخش میسپرم.